پلیس اینترپل امروز در بیانیه اعلام کرد 8 مرد رو در نقاط مختلف دنیا از روسیه تا مکزیک که متهم به قتل یا خشونت علیه زنان بودن رو تعقیب میکنه و از مقامات تمام کشورها خواسته برای دستگیری اونها همکاری کنند. در این بیانیه اومده نیمی از زنان کشته شده در دنیا توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌شون به قتل رسیدن. روز جهانی منع خشونت علیه زنان هر سال فرصتی است برای بررسی این معضل در سراسر جهان و تلاش برای از بین بردن اون یا دست کم رفتن به این سمت. دولت مقصره و دادگاه هم دستشه. این فریاد زنان در فرانسه است در اعتراض به ناموفق بودن این کشور برای بهبود نحوه برخورد با زنان که دولت هم اون رو پذیرفته. با این تجمع اونها خواستار پایان دادن به خشونت جنسی علیه زنان شدند. به گزارش مقامات فرانسه 121 زن بر اثر خشونت خانگی در سال 2018 در این کشور کشته شدند. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه امروز اعتراف کرد که دولت شکست خورده و سکوت در مورد خشونت علیه زنان باعث کشته شدن بیشتر اونها میشه. او همچنین از اقدامات جدید دولت برای مقابله با این معضل گفت. اینجا هم مکزیکه. ده ها زن با کشیدن نقاشی و گرافیتی بر دیوار محافظی که اطراف مجسمه فرشته استقلال است، اعتراضشون رو به تجاوزهایی که چند ماه پیش در این کشور به پلیس نسبت داده شده بود و همچنین آمار بالای قتل زنان اعلام کردند. اونها با انواع هنرهای دیگه به مسالمت آمیزترین روش به خشونت اعتراض کردند. با به طور متوسط روزانه قتل 10 زن در مکزیک، این کشور به یکی از خطرناکترین مناطق جهان برای زنان بدل شده. زنان در فرانسه، مکزیک، اسپانیا و در بسیاری از کشورهای جهان به انواع خشونت‌هایی که هر روزه و بر زنان از هر گروه سنی، از هر نژاد، طبقه اجتماعی و با هر پیشینه‌ای در حال وقوع اعتراض کردند و این روز جهانی رو به فرصتی برای بلند کردن صدایشان در اعلام مشکلاتشون و آگاهی رسانی بدل کردند. میترا، آمار در مورد خشونت علیه زنان در جهان و ایران چی میگه؟ سیما، پژوهش‌ها نشون داده یکی از شایع ترین و آسیب زننده ترین انواع خشونت‌ها که زنان در سراسر جهان قربانی اونن خشونت خانگی است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، یک سوم زنان در رابطه از طرف پارتنر یا همسرشون خشونت رو تجربه میکنن، در حالی که فقط 24% از زنان خشونت‌ها رو گزارش میدن. روز جهانی منع خشونت علیه زنان بهانه و فرصتی است برای حرف زدن درباره خشونت و دلایل و راهکارهای توقف این سوء رفتار. چرا مهمه که آگاهی رسانی بشه؟ علیه مردان هم خشونت اتفاق میفته، این درسته، اما پژوهش‌ها نشون داده نزدیک 93% از عاملین خشونت مردان هستند و 84% قربانیان خشونت زنان. خیلی از مواقع چون خشونت خانگی در زندگی خصوصی اتفاق میفته، در حد اختلافات عادی زناشویی تقلیل داده میشه و یک موضوع اجتماعی به حساب نمیاد. واقعیت اما چیز دیگه ای رو نشون میده. هر آسیبی به خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که هویت افراد در اون شکل میگیره بی تأثیر بر جامعه نیست. پژوهش ها نشان داده 90% کودکانی که مادرشون مورد خشونت قرار میگیرن شاهد این خشونتن و این خودش یکی از مصادیق کودک آزاری است. 40-70% این کودکان خودشون مورد خشونت قرار میگیرن. از طرفی احتمال اینکه زنی از طرف فردی که میشناسه مورد اذیت، حمله یا تجاوز قرار بگیره یا حتی به قتل برسه بسیار بیشتر از طرف یک غریب است. تنها 10% از تجاوزهای گزارش داده شده از طرف فرد ناشناس اتفاق افتاده. سالانه 50,000 زن، یعنی به طور متوسط 137 زن در روز کشته میشن و در بیشتر موارد قاتل همسر یا پارتنرشونه. خشونت اما همیشه فیزیکی نیست. این موارد هم از مصادیق خشونته. تحقیر کردن، سرزنش کردن و مقصر دونستن قربانی برای وقوع خشونت. ایزوله کردن و جدا کردن فرد از دوستان، خانواده یا نزدیکانش. جلوگیری از رفتن به دانشگاه یا کار. شک داشتن و متهم کردن به داشتن رابطه عاشقانه پنهانی. خواسته های غیر منطقی و تصمیم گیری برای اینکه چه بپوشند، کجا بروند و حتی اینکه به چه چیزی فکر می کنند. و اینکه در کنار همسر یا شریک زندگی
حس امنیت نکنید و از او یا از رفتار احتمالیش بترسید، یعنی مورد خشونت قرار دارید. و البته خشونت اقتصادی از طریق اینکه پول شما رو کنترل کنن یا به اندازه کافی برای خرید مواد غذایی یا چیزهای ضروری به شما پول ندن. یا اینکه با اینکه در قانون اساسی ایران و فرهنگ کشور چیزی به عنوان تجاوز همسر وجود نداره، اما از نظر سازمان بهداشت جهانی برقراری رابطه جنسی در حالی که شما آماده نباشید تجاوز محسوب میشه و از مصادیق خشونت خانگی است. همینطور لمسی که شما دوست ندارید یا اجبار به برقراری رابطه‌ای که شما نخواهید. در کنار اینها گروهی از زنان آسیب پذیرترند، دسترسی به همون قانون نصف و نیمه رو هم ندارن، بنابراین بیشتر در معرض خشونتند. زنان روستایی، زنان سالمند و زنان دارای معلولیت. وقتی زنان جامعه‌ای در تصویب قوانین سهمی ندارن، بدیهی است که نیاز و مشکلاتشون ندیده گرفته بشه. به امید 25 نوامبر که هیچ خشونتی در هیچ جای دنیا در علیه هیچ زنی اتفاق نیفتد.